سحر مو په خیر بیا هم خرغ لاس تسهیل آریانان ریوال شبکې څخه په ژوندۍ بنه د سحر او ژوند خبرونه لیدونکي هسته. بستی معلوماتی بسیار جالب بود در رابطه با کلب فوت و امیدوار هستم که شما هم معلومات حاصل کرده باشین در رابطه به اینکه در نزد اطفال چگونه کلب فوت به وجود میاد. اما می خواهیم در این رابطه بیشتر با دکتر صاحب محترم رحمت الله عظیمی متخصص امراض ارتوپدی و تروماتولوژی صحبت بکنیم و از دیدگاه طبابت ببینیم که نظر اونا چی هست و کدام عوامل میتونه که بیشتر نقش داشته باشه در قسمت به وجود آوردن کلب فوت در نزد اطفال و افراد مختلف. خب دکتر صاحب، قبل از اینکه بالای اسباب و عواملش صحبت بکنین، میشه در رابطه با کلب فوت بگوین که به کدام حالت گفته میشه؟ خوب، کلب فوت از جمله آفات ولادی یا سوی اشکال ولادی بسیار شایع است که در پای می باشه. عموما در ازی افراد خود پای از این افراد به طرف داخل انحراف پیدا میکنه، یک انحراف به طرف داخل می داشته باشه و در مجموع ساختمان های پای از اینا نسبت به پای نرمال خورتر می باشه، یعنی پای که معروف است طرف این طرف خورتر می باشه. ولی خوبی از این است که با از این که طفل به دنیا میاد در وقت تولد این قابل تشخیص است و از اون زمانی که تشخیص بشه در نزد افراد باید تداوی شروع شه. بله. ولی در مجموع در نزد افراد تندونی که ما به نام اشیل تندون یاد میکنیم این کش می باشه و ساختمان های دیگی پای هم از جمله می قسمت کف پای از افراد و انگشتان پای از اینا به طرف داخل انحراف کرده می باشه و انگشتا یک تدور خارجی هم در ازشان می داشته باشه. بله. و گذشته از این قسمت خود بند پای از یا مچ پایشان یا بجلک آمیانه که میکنیم همراه با قسمت کف پای به طرف پایین انحراف می داشته باشه و کوری پای از این تفلک ها عموما خورتر می باشه نسبت به حالت عادی. بله. و امیس و شکل که در مجموع میشه ما برش کجی پای هم یاد بکنیم اکثرا در نزد افرادی که به دنیا میان از بعد به تولد موجود می باشه، در جریان تولد قابل تشخیص است و تداویش هم از اون زمان باید آغاز شد. بله دکتر صاحب، قسمی که شما هم گفتین افراد که طفل به دنیا میارن و طفلشان از امو آوان تولد دچار به کلب فوت می باشن یا می بینظمی که در قسمت پایشان وجود می داشته باشه، اما حالا خوب است در رابطه با اسباب و عوامل کلب فوت صحبت بکنین که چه چیزهایی سبب میشه در نزد یک طفل کلب فوت به وجود بیاید و مادر بتونه که یک طفل با مریضی کلب فوت تولد بکنه. در مجموع در قسمت اسباب ازی تحقیقاتی که در بیق وقت انجام شده دلیل واضح یا خاص را بررسی پیدا نکردن که یک دلیل خاص باشه، بیشتر بگن که اینا دلیلش ناشناخته شده است، یعنی به شکل آجیوپاتیک است ما باش میگیم، اومانی به شکل آجیوپاتیک می باشه، دلیل خاص بر از اینا موجود نیست. با وجود از اون تحقیقات علمی که در نظر انجام یافته میگن تغییرات در جین موجود می باشه در اثر میوتیشن یا انقسامی که در خود جین ها صورت میگیره که بیشتر همون جینی که به نام PI3K1 یا 2 یاد میکنن بیشتر در این مشکل می باشه. این شکل است که شکل منفرد هم نامیده میشه و این شکل است که تنها طفل مشکل در پای خود می باشه می داشته باشه، ولی نوع دیگیش که است که توام به بعضی از آفات دیگه هست، یعنی گذشته از اینکه یک طفل مصاب به کلب فوت است یا امی کجی پای هست بعضی از مشکلات دیگه هم در ازشان می باشه که از جمله هم آفات عصبی عضلی در از اینا می باشه که بیشتر ما به نام CP یا سربرال پالسی یاد بکنیم که بیشتر آفات عصبی است در از افراد، و یا هم مشکلات در خود نخا می باشه. بله. مثل سپاینال بایفیدیا که بیشتر سوراخ ها در خود نخا یا در خود موره های کمر افراد موجود می داشته باشه، و یا هم آرتری گریپوزس یا منینجیتیس، یعنی توام با بعضی از امراض دیگی می باشه که اینا به شکلش هستن که یعنی گذشته از یک طفل مصاب به کلب فوت شده بعضی از آفات دیگه هم در ازشان موجود می باشه که باز اینی آفات میتش میشه که یکی از اسبابش شده باشه، ولی در مجموع شکلش که بسیار شایع هست و از بعد به تولد موجود می باشه همون شکل آدیوپاتیکش است که بیشتر دلیلش واضح نیست و تغییرات گفته میشه که در جین ها یا در میوتیشن یا انقسامی که در خود جین ها واقع میشه سبب به وجود آمدن امی آفات میشه. تشکر دکتر. ولی در قسمت انواع کلب فوت در مجموع ما میشه که به دو گروپ عمده میشه تقسیم بکنیم، یکی شکل است که یعنی تنها یک طفل مصاب به کلب فوت است، یعنی شکل منفرد است، قسم قبلا هم اشاره کردم، اینا عموماً از بعد به تولد در ازشان موجود می باشه و تغییرات یا مشکلات در خود جینشان موجود است در از افراد و این ما به شکل منفرد یاد میکنیم. و دیگه شکلش است که توان بازی که افراد مصاب هستند به خود کلب فوت همراه بازی آفات دیگه هم موجود است، از جمله گفتیم آفات میشه که در نخا یا در خود کمر باشه و یا هم میشه که در سیستم عصبی عضلی باشه که ما میشه که به شکل CP بگوییم یا سربرال پالسی و یا هم سپاینال بایفیدیا آرتری گیروپوزیس یا منینجایتیس و یا هم بعدن
یک فرد که هیچ مصاب در طفولیت به کلب فوت نبوده بعدا وقتی که به کاهل میشه به کهولت میرسه در اثر بعضی آفات دیگه مصاب میشه، مثلا یک تروما یا یک ضربه به نخاع میخوره و بالاخره سبب کشش همی عضلات که قبلا گفتم که برتر از مو وتر عشیل است که ما میگیم کلانترین وتر موجود با شماست در قسمت پشت پای ما هست، میشه که بیایه و ایره کش کنه سبب آفات شه، و یا هم کششی که در خود کپسول و یا هم وتر و یا لیگامنت هایی که در قسمت کف پای ما شما و قسمت بند پای است و اینا صف شوند یا شخ شوند و بالاخره سبب انحراف خود کف پا و انگشتان پا به طرف داخل شوه و بالاخره سبب وجود آمدن میسوی شکلی که به نام کلفوت یاد میکنیم میشه شوه. پس بنابر از این میشه که آفات سکندری هم موجود باشه، توان بار از اینا باشه که باز تداویش و راههایی که چه قسم تداوی شوه در این دو نوع فرق میکنه. بسیار خوب دکتر صاحب، حالا خوب از در رابطه با معاینات تشخیصی صحبت بکنین. زمانی که یک مریض با همچو علائم نزد شما مراجعه میکنن، کدام معاینات تشخیصی را بیشتر برش تجویز میکنین و توصیه میکنین که همون معاینات را باید انجام بده؟ خب از بعد که مریض به پیش ما مراجعه میکنه، اومن خوبی از این آفت انقدر است که وقتی که طفل به دنیا میاد از آوان به دنیا آمدنش این در لحظات ابتدایی یا در ساعات اول تولد قابل تشخیص است. یعنی میشه که آدم تشخیص بکنه با یک معاینه فیزیکی، ولی در مجموع اکثر افرادی که نزد ما مراجعه میکنه با تاریخچه‌ای که از اینا گرفته شده، اکثرا از این طفلک‌ها که تاریخچه بگیری به این نتیجه میرسی یکی از خانواده‌شون یکی از اقارب بسیار نزدیکشان مصاب از این آفت بوده قبلا. آها، یعنی به صورت ارثی دیگه هم مشکل برشان پیدا شده. بله، اکثرا همین قسم یک چیز حکایت میکنن و یا هم مادرشان یا پدرشان و یا هم اردوش میشه باشه و در این صورت آفت زیادتر با طفلا هم انتقال پیدا میکنه. ولی گذشته از اون معاینات فیزیکی که در نزد مریضا انجام میشه و علائمی که در نزد مریض دیده میشه، عموما پای مریضا که هستن هم قسم گفتیم انحراف به طرف داخل می داشته باشه و همچنان همین طرفی که معوف است ساق پایشون خردتر می باشه، خود پای طرف که معوف است خردتر می باشه از پای دیگه شان و در مجموع سه تغییر عمده در نزد افراد دیده میشه که برتر از مو ابداکشن سوپینیشن است، انحراف خود کف پای و انگشتا به طرف داخل و همچنان کوری پای از اینا خرد می باشه نسبت به افراد پای سالمشان و همچنان تداور به طرف داخل کرده می باشه و قسمت مچ پایشان یا بند پایشان همراه با کف پایشان به طرف پایین انحراف می داشته باشه که ما این را به نام اکوانوس یاد می کنیم. یعنی این همین قسم یک سوی شکل در نزد افراد موجود می باشه که در ابتدایی دردناک نمی باشه و من یعنی اشخاصی که تا شروع می کنن به حرکت در نزدشان در ابتدا دردناک نیست، ولی بعدا که اینا وید بیارینگ میکنن یا وزن زیادتر میشه و انتقال میتن، لنگش در از افراد به وجود میاد و گذشته از این با انجام سی تی اسکن و همچنان ایکس ری ساده در از افراد تشخیص قطعی میشه و اختلالاتی که در خود مفاصل به وجود آمده باشه بخصوص مفصلی که ما عظمی که به نام تلوس یاد میکنیم و عظمی که به نام نویکولار یاد میکنیم در این تغییرات زیاد میباشه، تشکر، خلل میباشه، از این خاطر بل. تشخیص وسایل اسباب تشخیصی همینا. بسیار خوب و خوب از دکتر صاحب حال در رابطه به این بگوین که با وجودی که مرض کلب فود یا هم مشکل کلب فود که در نزد اطفال دیده میشه ارسی هست، آیا میتونیم پیشگیری بکنیم یا خیر؟ خوب در قسمت از این که گفتیم که یک مریضی است یا یک آفت است که عمر به شکل آدیوپاتیک می باشه، یعنی سببش نامعلوم است، پس بنابر از این راه جلوگیری خاصی برای نوع اولش وجود نمی باشه، ولی در این که اگر در بیسش گفتیم آفات دیگه موجود باشه مثل اسپاینال بیفیدیا یا آفات دیگه، خوب تر است که توان با ازی اونا تداوی شن و تا از اختلالاتی که میشه که در بیس از او امراض دیگه سبب کلفوت شوه اینا هم اصلاح شد. بسیار خوب و حالا میخوایم بسیار کوتاه در رابطه با تداویش بگوین بخاطر که فرصت ما کم است، که کدام نکات را شما در جریان تداوی رعایت میکنین و بر مریضان توصیه میکنین، چگونه تداویشان صورت میگیره و چند نوع از تداوی کلب فوت فعلا در افغانستان وجود هست؟ هدف از تداوی خمیس که ما باید پس دوباره مو پای به حالت طبیعیش برگردانیم، یعنی هدف تداوی همیس عموما تداوی در نزد از اینا از وقتی که طفل به دنیا میاد در ساعات اول تداوی شروع میشه. بله، یعنی با دست دی اطفال عموما پلاستر میشه، من پلاستر در نزد افراد هر هفته تغییر داده میشه، یعنی پای کم کم وضعیت داده میشه و پلاسترش تغییر داده میشه و برای والدین فهمانده میشه با هر دفعه که پلاستر دور میشه کدام حرکات در نزد اطفال انجام بدن و همچنین در جریان پلاستر کدام نکات والدین در نظر بگیرن، از جمله کی است که باید رنگ پای تغییر میکنه، باید زودتر به دکتر مراجعه بکنه و همچنین استر شدن و از این مسائل که در پلاستر است باید مراعات بکنه. 6 هفته اول می قسم تداوی در نزدشان افراد ادامه پیدا میکنه و بعد از او هم در نزد افراد عموما بریس های وظیفوی توصیه میشه که عموما که در ظرف
دو تا سه ماه وقت میگیره الهی که اینا اسلامشون و بعد از اون میلا دو تا سه سالگی فقط از طرف شهر بیاد طفلا میشه که از این بریس ها استفاده بکنن و اینا قابل اصلاح هست ولی در صورتی که با این تداوی جوابگو نباشه با تداوی های جراحی در از افراد انجام میشه ولی در مجموع پس پای از این افراد اگر تداوی به موقع در ازشان انجام شود قابل اصلاح است. تشکر دکتر صاحب، سلامت باشین، بسیار خوش شدیم از اینکه شما را امروز در صبح زندگی داشتیم و در رابطه با موضوع بسیار مهم که کلاب فود بود بر ما بیننده عزیز معلومات دادین. تشکر از شما و از بیننده های صبح وقت خوش به شما. سلامت.